درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا با من احمد زبیر حبیب زاده خوش آمدید. امروز جمعه 4 جوزای سال 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 25 می 2018 میلادی. در نخست سر خط خبرها، ادامه درگیری های شدید در غزنی، چهار میشه که در ولسوالی دیاک مسیر هستند و وضعیت بیخی خراب هستند. من در دیمش با گرید که کمک نرزی گرچه افیر دشمن نه زده ما بیانز که منگی در سلو رزی که نگرانی نمایندگان فاریاب در مجلس از احتمال سقوط این ولایت. شون دکان سقوط کردن که 14 نفر من مشکل دیشی دارم، اگر یک کشی مرد با همه ایتان خود میکشم. و هشدار پوتین از پیامدهای لغو برجام. مشروع خبرها. ولسوالی دهیک غزنی گواه شدیدترین نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان است. هرچند حمله گسترده طالبان برای تصرف ساختمان این ولسوالی با شکست روبرو شده، اما این گروه در نزدیکی های ساختمان فرماندهی پلیس و ولسوالی حضور فعال دارند و از خانه های غیر نظامیان به عنوان سنگر استفاده می کنند. شاهپور فرهمند و سمیع جهیش نخستین خبرنگاران هستند که به این ولسوالی رفتند. من و همکارم با نیروهای امنیتی به ولسوالی دیک می رویم، جایی که درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در جریان است و در مسیر راه این گونه با کمین طالبان مواجه می شویم. طالبان جاده ها را ماین فرش کردند و با نیروهای امنیتی این گونه به گلوله باری می پردازند. پس از یک ساعت منزل اکنون ما رسیدیم به ولسوالی دیک. این ساختمان ولسوالی دیک طالبان اما هر از گاهی کوشش میکنن با هدف قرار دادن این ساختمان را به دست بیارن، اما نیروهای امنیتی هم با آماج شدید حملات قرار میتن. مدت 4 روز و 4 شب میشه که در ولسوالی دیاک مسیر هستن و وضعیت بیخی خراب هستن. این سهر که شما میبینید مکمل 4 در 4 اطراف دشمن تجمع کرده. دلته موږ دا پیندش پاک ورځی کی کومک نه رزی گرچا ویر دشمن نه دلته ما بیان کی موږ دا سلو رزی کی کومک نه رزی. یک هفته پیش فرمانده پلیس ولسوالی دیک از اثر حمله گسترده طالبان در همینجا جان می‌بازد و ولسوالی دیک هم مرز است با ولایت‌های لوگر، پکتیا، پکتیکا و میدانورده که طالبان از همین جاها افرادشان را گرد آورده بودند و هدف سکوت ولسوالی دیک را داشتند. دید پکتیکا، پکتیا، میدان وردک د دغه سه مکمل و جمرول وجدی ولسوالی سکوت کی او د زایون دی چول ونیسی، اما دلته سربازان په شجاعت او سر د زای سه دفاع کړی ده. با وجود همه دشواری هایی که این نظامیان در اینجا دارن، اما توانستند که روز گذشته پرچم طالبان را از یکی از پاسگاه ها پایین کنند و اونا را به شکست مواجه بسازند. اینا میگن اگر کمک لازم از مرکز برشان برسند تا آخرین نفس دفاع میکنند. شاپور فرهمند، آریانا نیوز، ولسوالی دیک، ولایت غزنی. شمار از خانواده هایی که موفق به فرار از جنگ در ولسوالی های غزنی شدن میگویند که در جریان نبردها همه دار و ندارشان را از دست دادند. این غیر نظامیان که به شهر غزنی پناه آوردند تاکید می‌ورزند که حتی فرار از جنگ در ولسوالی دهیک هم ناممکن شده است. شاهپور فرهمند و سمیع جهیش گزارش می‌دهند. برایند جنگ در ولسوالی دهیک غزنی موفق شده است تا با خانم و سه کودک خردسنش از محلهش که به میدان نبرد طالبان مبدل شده است به شهر پناه بیاورد. حکایت های تلخی دارد. میگوید همه دار و ندارش را از دست داده و یک برادرش را طالبان به گلوله بستند. یو خزر پات دې څنګه راشي بوزي نو راته چی نه درا پات فقط هم دا یو خزر پات هغه به تروسه نه درشي بولي تروسه مو په لاس کې دي د دې ستغم راشي بیا غم راشي بیا قسم د سکالی راشي یو سندخانه راشي یو. محمد حبیب اکنون از حکومت میخواهد که بداد غیر نظامیانی که در نبرد ها گیر مانده اند برسد. خانم محمد حبیب میگوید که هیچ امید زنده ماندن در محله ایشان باقی نمانده است. ولا يا لابسيده در فتره غزو تنارو غسرت
دو نه شای نه لرس یای و خرو یای و چو د جنگو در پدر گرز و کور و ورو خوبت فول در پدر اسواد. اکنون درگیری شدید در ولسوالی های دهیک، جغتو، اجرستان و بخش های زیاد غزنی ادامه دارد. درگیری هایی که بیشتر زندگی غیر نظامیان را به آزمون گرفته است. اونا مردم را تهدید میکنه، مردم را به زور و به جبر وادار به قبول فیصله هایشان میکنه، مردم را گروگان میگیره، مردم را ترور میکنه. با گذشت بیش از یک هفته از عملیات نظامی در اکثر بخش های غزنی، هنوز چیزی از شدت ناامنی ها کاسته نشده است. پیش بینی می شود که شمار بیجا شدگان بالا برود، اگر به گفته محمد حبیب این غیر نظامیان موفق به فرار از میدان جنگ شوند. نمایندگان مردم فاریاب در مجلس از احتمال سقوط این ولایت هشدار می دهند. به گفته آنان ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین تگاب فاریاب در آستانه سقوط قرار دارند و عملا جنگ در اطراف شهر میمنه اوج گرفته است. اما ارتش سقوط دو پاسگاه را در شیرین تگاب تایید می کند و می گوید که قرار است بخش هایی از دست رفته فاریاب بازپسگیری شود. در این میان یک نوار تصویری نیز همگانی شده که در آن فرمانده ارتش ولایت فاریاب می گوید بارها از وزارت دفاع و حکومت مرکزی درخواست کمک کرده، اما هیچ توجهی به آن صورت نگرفته است. باعث حیات جزئیات می دهد. فاریاب زیر آتش جنگ. طالبان فشار بر این ولایت را بیشتر و سنگین‌تر ساختند. در اوج جنگ فاریاب ما نشست مردم با والی و دیگر مقام‌های نظامی فاریاب که از عمق جنگ پرده بر می‌دارد. شون دکار سقوط کردن جست 14 نفر من مشکل دیشی دارم. اگر یکیش مرد با همه تنها خودم میکشم. اگر نکشتم ما بچه پناه نیستم. چرا نمیشه؟ یه نمیشه وام شون دکار جون بذار سقوط کرد. اگر ما آدم اینجا سیمرا باستان کردم بیخیم من فاریاب میاسم. بیش نو ری جامور. اینجا فرمانده ارتش در فاریاب اعتراف میکند که وزارت دفاع و حکومت مرکزی در موقع نیاز با نظامیان در فاریاب همکاری نمیکند و کمک نمیرساند. ما دایره درخواست میکردم که اکمالات کنم، دایره نیست. ما کماندان لیوان دیگه دایره دارم، نیگه دیگه خواه دارم، نیگه دیگه دارم، نیگه دیگه دارم. همیشه او، یعنی تا موسیو نیم باید چیغ میزارم. با کل اردو، با وزارت، که اینجا دایره رو وان کنین، امید بیزید وزار رو وان کنین، دایره کفیره بود کنین، درمون سرواز ما میمارم. چیخ سرواز خودم بشنم. ما همین نلات با اوتر جمعه بید، بیزر کنی افکر ما بیگرم. ما به تفاوت باشم. ما این نیست واسه دارم وان امروز، ما رو وان کنین، خواهد رو وان کنین، اگر این نیست سفای باز، ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین تگاب فاریاب در آستانه سقوط پنداشته می شوند. و گفته نمایندگان در این ولسوالی ها طالبان بسیاری تجهیزات نظامی دولت را با خود بردند و عملا جنگ در ولسوالی های دیگر اطراف شهر میمنه مرکز فاریاب نیز شعله‌ور است. آنچه که از دست خود مسئولین دولتی اونها تجهیزات کمایی کردن، فکر کنم که دروازه گشایی و یا سقوط دادن یک امر بسیار ساده شده. ارتش ما تصرف دو پاسگاه نظامیان در شیرین تگاب از سوی طالبان را سقوط نه بل عقب نشینی تاکتیکی می داند. در اون محلاتی که عقب نشینی تاکتیکی صورت گرفته، فیصله به این هست که باید به زودترین فرصت قطعات در اونجا سوخ شود. جنگ فاریاب در کنار این که برخی ساز و برگ‌های نظامی را در اختیار طالبان قرار داده، از نیروهای دولتی نیز قربانی گرفته است. تنها در حمله پسین بر دو پاسگاه در شیرین تگاب 3 نظامی جان باخته و 6 تن دیگر آنان نیز زخم برداشتند. وزارت خارجه میگوید که امریکا و ایران مشکلات خود را باید از طریق گفتگو حل کنند تا منطقه از تشنج رهایی یابد. این اظهارات در حال مطرح می شود که امریکا ایران را متهم به مداخله در امور افغانستان کرد. مسئولان امریکایی گفته بودند که تهران با برخی از گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان همکاری دارد. آگاهان هم به این باورند تا زمانی که ایران و امریکا مشکلات خود را حل نکنند، تشنج و خشونت در افغانستان ادامه می‌یابد. پس از آن که فرمانده پلیس فرا و وزارت خارجه امریکا ایران را متهم به مداخله در امور افغانستان کرد، وزارت خارجه کشور میگوید که تهران و واشنگتن باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
جمهوری اسلامی افغانستان با هر دو کشور روابط بسیار خوب داره و این روابط ادامه خواهد داشت و ما امیدوار هستیم تمام چالش هایی که میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا وجود داره از راه گفتگوها حل بشه تا ما منطقه عاری از خشونت داشته باشیم. ایران مداخله در امور افغانستان را رد میکند، اما آگاهان میگویند تا زمان آمریکا با ایران، روسیه و چین مشکلات خود را حل نکند، افغانستان آرام نخواهد شد. ما در اسناد معتبری آمریکاییان در مورد بحران افغانستان خواندیم که جنگ افغانستان را تا 50 سال دیگر در نظرگاه خودشان دارند. در واقع تا رسیدن به اون نقطه استعلا یا نقطه هجمونی که سیاست منطقه ای آمریکا، بحران در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. همسایگان افغانستان بی‌دریغ مداخله خواهند نمود و قدرت‌هایی که ظهور کردند در منطقه جنگ را به گونه مهار کردن تهدیدات استراتژیکشان به عنوان جنگ نیابتی علیه آمریکا در منطقه با پیش خواهند راند. آگاهان نظامی هم به این باورند که مخالفت ایران و آمریکا به زیان افغانستان است. ایران مداخله په فرا کې په غزنی کې د پسترګنده باندې ده، د هم هیڅ افغان نه ردوي. خو خبره په دې کې ده چې موږ د متحده ایالاتو د ایران تقابل نه غواړو، ځکه په دې کې د موږ ستونزې زیاتېږي. موږ د اقتصادي ستونزې، سیاسي ستونزې، بندري د توکو د راکړو د ورکړې، صادراتي وارداتي ستونزې موږ پر جوړېږي. پیش از این تنها از مداخله پاکستان در امور افغانستان یاد میشد، اما اکنون شماره کشورهای دیگر مانند ایران نیز یاد میشود. اکنون توجه کنید به فشرده چند خبر از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امانوئل ماکرون همتای فرانسویش از پیامدهای از بین رفتن برجام هشدار داده است. وی از تلاش های اروپا برای حفظ این توافقنامه ستایش کرده و گفته که اگر برجام از بین برود اثرات بدی خواهد داشت. پوتین که در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود سخن می گفت، از طرح رئیس جمهوری فرانسه برای گفتگو در مورد برنامه موشکی ایران، برنامه هستیش پس از سال 2025 و نقش این کشور در خاورمیانه حمایت کرد. یکی از مشاوران امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از این صحبت‌های آقای پوتین استقبال کرده است. پس از آنکه دونالد ترامپ کشورش را از توافق هسته‌ای با ایران بیرون کشید و تهدید کرد که تحریم‌های هسته‌ای ایران را مجدداً باز می‌گرداند، پنج کشور دیگری که در آن توافق طرف ایران بودند سعی کردند که توافق را زنده نگه دارند. پایگاه هوایی سوریه هدف حمله هوایی قرار گرفته است. گزارش های حاکی از آن است که این پایگاه هنگام مورد حمله قرار گرفته که شبه نظامیان حزب الله در آن حضور داشتند. این گزارش از تلویزیون دولتی سوریه منتشر شده است و بر اساس گزارش نشر شده این افراد به منظور شرکت در عملیات علیه موازی داعش در نزدیکی مرز عراق در این پایگاه تجمع کرده بودند. گفته می شود این حمله به یک انبار بزرگ مهمات و پارک موتر متعلق به حزب الله لبنان آسیب رسان. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه به نقل از منابع نظامی از حمله هوایی دیگری به مراکز نظامی این کشور خبر داده است. کره شمالی در پاسخ به لغو دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهور آمریکا در بیانیه از به هم خوردن قرار دیدار کیم جونگ و دونالد ترامپ ابراز تأسف کرده است. در این بیانیه با اشاره به علاقه رهبر کره شمالی به دیدار با رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری شده که این دیدار انجام شود. بیانیه کره شمالی به امضای کیم یونگ گوان معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شده است. روز گذشته بیانیه شدید اللحن با امضای چو سوهونی معاون وزیر خارجه در امور آمریکا منتشر شد که در آن اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد انتظارات آن کشور از مذاکره با کره شمالی و مقایسه وضعیت آن کشور و لیبی به شدت محکوم شده بود. دوباره خوش آمدید و اکنون خبر اقتصادی. وزارت تجارت میگوید که در سال روان نسبت به سال گذشته جوازهای بیشتر بازرگانی را توزیع کردند. به گفته مسئولان
مسئولان این وزارت روند تمدید جوازها به کندی پیش می رود که مالکان آن از بابت مالیه مقروض بودند و حکومت آنان را معاف کرده بود. آنان می گویند از 17 سال گذشته 10,000 جواز توزیع شده که بیشتر آنان مقروضند. وزارت تجارت از آغاز سال تا حال 5,000 جواز را توزیع کرده اند و 10,000 جواز دیگر را تمدید کرده است. به گفته مسئولان، این وزارت روند مفساختن مکروه زیان و تمدید جوازهایشان به کندی پیش می رود و تا حال تنها 500 شرکت حسابهای جرمی خود را تصفیه کرده اند. آنان خواهان تصفیه حسابهای شرکت هایند که باقی داری دارند. حدوداً یک ماه میشه که بر اساس همو پیشنهاد وزارت صنعت و تجارت قیمت جوازها از 30,000 افغانی به 100 افغانی آمده که خودش نماینگر از این است که موقف ما و جایگاه ما که در گذشته در بین حدوداً 180 کشور که ما در آغاز کار جایگاه 42 ما داشتیم، انشالله با قیمتهای جدید و همچنان سهولتهایی که در بخش توزیع جوازها آمده امسال آغاز کار باز از طریق بانک جهانی که اعلان شد، مطمئن هستیم که از این کدام بهتر خواهیم شد. با باور آگاهان، هماهنگی میان نهادهای سکتوری و موجودیت فساد باعث شده تا شرکت هایی که باقی داری دارند برای تصفیه های حساب هایشان حاضر نشوند. ستونزه هم داده چی به خپل اقتصادی سکتور ترمنز یو هماهنگی موجود نه ده، ځکه هغه ارقام چې هغه د تجارت وزارت سره دي، خپله د ایسای اداري سره دي، هغه ارقام فرق کوي چې د مالی وزارت سره دي. بل دوی د دې امکان هم لري چې د کابل ښاروالۍ او همدارنګه د تجارت وزارت، د اقتصاد وزارت او د مالی وزارت دوی یو مشترک بورډ ایجاد کړي چې دا وکولی شي چې په سمه توګه باندې دغه پروسه مدیریت کړي او ښه نظارت یې وکړي چې دغه ګړندی شي. بر اساس معلومات وزارت تجارت، برای تشویق سکتور خصوصی و افزایش سرمایه گذاری با شرکت هایی که باقی داری مالیاتی دارند، 8 ماه فرصت داده شده تا حساب های خود را تصفیه کنند. اکنون نرخ ارزها. یک دلار امریکایی 70 پول، یک یورو 83 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 80 پول، 1000 کلدار پاکستانی 600 افغانی و 1000 کلدار هندی 1050 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. و غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 9 پیش بینی شده است. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت. شبتان خوش. الله نگهدار.